کارپال تانل یا سندروم تونل کار یکی از مشکلات نسبتاً شایع جوامع ماشینی امروز هستش. بیشتر خانوما مبتلا میشن، ممکنه که دو تا دست رو با هم بگیره و بسیار آزاردهنده و ناراحت کننده هستش. ممکنه قدرت و توان دستم به تدریج از بین بره و عضلات ناحیه تنار و قاعده شست تحلیل بره و شخص نتونه حتی کارهای ساده هم با دستش بکنه. ابتدا با گزگز و مورمور و سوزن شدن دست شروع میشه که ناحیه شست و انگشت نشانه و میانی بیشتر خودشو نشون میده. غالباً شبها بیدار میشن، مجبورن دستشون رو تکون بدن یا یه خورده مانور و ماساژ بدن که این ساکت بشه بتونن بخوابن. واقعاً آزاردهنده و ناراحت کننده هستش و ممکنه که عوارض بعدی بد مثل همون که عرض کردم ضعف و تحلیل و از کار افتادن دست به وجود بیادش. حالا این تونل کارپ یا کانال کارپ چی هستش؟ یه فضای محدودی در مچ دست که بین استخوان‌های مچ و ناحیه قسمت ولار یا کف دستی که اونجا یک حالت فیبروز و یا حالت محکمی از فاشیا هستش که داخل این کانال عناصر آناتومیکی رد میشه که خدمتتون عرض میکنه. 10 تا عنصر معروف هست، 8 تا تاندون خم کننده انگشتان، 4 تا سطحی، 4 تا عمقی، 1 خم کننده شست دست و عصب میانی یا مدین که حس همین ناحیه طرف شست دست رو میده. وقتی که به هر علتی این فضا دچار تنگی بشه، این عصب تحت فشار قرار میگیره و این علائم بیماری کانال کارپ شروع میشه. حالا این تورم ممکنه به علت زایمان باشه، بارداری که بعد از زایمان تخفیف پیدا کنه، ممکنه به علت کمکاری تیروئید باشه، ممکنه به علت انواع بیماری های التهابی و روماتیسم و غیره باشه، ممکنه یه شکستگی بدجوش خورده مچ دست باشه و علل بسیار بسیار زیادی. چون این ناحیه مستعد این تورم و فشار و ناراحت کننده برای عصب میانی هستش، این بسیار متنوع و معروف هستش. برای درمان این ابتدای آتل ساده که مچ حرکت نکنه میتونه این التهاب رو بخوابونه و شخص بهتر بشه و یه دوران حادی رو سپری کنه. استفاده از داروهای انسید یا همون ضد التهابای غیر استروئیدی مثل بروفن و خانوادهشون میتونه مؤثر باشه. تزریق کورتون با یک مختصری مایه بیهس کننده میتونه که ساکت کنه و برای شخص مفید باشه. اگر نشد شاید جراحی بخواد. برای تشخیص دقیق این بیماری باید تستای مختلفی انجام داد که متاسفانه هیچ کدوم هم 100% و قاطع نیست و برمیگرده به تجربه اون پزشک، معاینش و بعد تستای پاراکلینیکی مختلفی که میکنه. گرفتن شرح حال که این یه طرف است یا دو طرفه، سابقه این که این سابقه آرتروز گردن یا کمر داشته و این زاویه از ناحیه
شبکه عصبی که از گردن میاد نباشه. گاهی هم هر دو با هم. یا تراسیک آفلت سیندروم، ناحیه که عصب از ناحیه شانه و زیر بغل رد میشه. اونها هم میتونه این علائمو بده. و یا مریض هر دوش رو داشته باشه که باید بهش گوش زد کرد و گفت که اینه. تستای مختلفی که ما میکنیم، رو مچه دست رو عصب فشار میاریم یا با یه چکش ماینه رو عصب میزنیم، دو طرف با هم فرق میکنه. یا تستایی که میگیم مچه دست رو خم کن و هر دو به طرف پایین باشه و هم فشار بیاد، یک دقیقه نگه دار، یا برعکسش. این ها از قدیم رسم بوده و 100% هم نیستش و ممکنه گاهی هم ما رو به اشتباه بندازه. نوار عصب و عضله باید در هر دو دست با هم انجام بشه که با هم مقایسه بشه و عددها و معیارهایی برای تشخیص بیماری داریم که اینها هم هیچ کدوم دقیق و 100% نیست. حداقل برای مریضی که میاد و این علائم داره بد نیست یا آزمایش‌های روتین خونی رو بدیم، سدیمان و تست‌های مختلف دیگر رو بکنیم ببینیم که مشکلات غددی التهابی نداشته باشه. یه عکس ساده از مچ دست میتونه کمک کنه. شکستگی، بدجوش خوردگی، زایه دیگه توش باشه. انواع اقسام کیست ها یا زایات تومورال دیگه هم ممکنه که آغاز کننده این درد ها باشه که زیادم شایع نیستش. درمان های ابتدایی مثل بی حرکتی و کارهای ساده تر رو نباید فراموش کرد. گاهی خودش خوب میشه. بدترین اشتباه اینه که مریضی که مثلا حامله هست، دوران بارداریشه یا تازه وضع هم کردن و التهاباتش نخوابیده، یا مریضی که کمکاری تیروئید داره که عرض کردم، یا بیماری های جنبی دیگه التهابی داره، اینا رو حتما باید قبلا پرسید و اونها رو درمان کرد، وگرنه با اعتراض و گرفتاری های بعدی بیمار بعد از حتی جراحیمون مواجه میشیم که چرا هنوز خوب نشد. بنابراین یه بیماری سهل و ممتنعیه، بسیار شایع و مریض های زیادی داره و برخورد ساده‌ای نباید باش کردش. امیدوارم که مفید واقع شده باشه. دکتر خیلی ممنون و تشکر از شما. یه سوالی که داشتم این هستش که یه سری از افراد یه قدهایی روی دستشون هستش، آیا این تأثیری داره روی همین عصبایی که از کانال رد میشن؟ و اینکه دو تا جراحیش عوارض خاصی داره یا نه؟ فقط یه ذره تا حالا بالاخره جراحیو که داره، بالاخره یه زخمی روی پوست ایجاد میکنن، ولی این کانال که باز میکنن عوارض خاصی هم داره؟ سوال خوبیه. اون قده ها که پشت دست معمولا شایعه و گانگلیون سیسته که به علت جمع شدن مایه است که شبیه مایه مفصلیه و در غلاف تاندون ها هستش، از یک سوراخ بسیار ریزی خارج میشن، زیر پوست جمع میشن، گاهی بزرگم میشن، ولی اگه یه سوزن توش بزنیم میبینیم یه مایه غلیظی مثل مایه مفصلی توش هستش که معمولا میشه اونو تخلیه کرد و یا تزریق کورتون داخلش کرد که خوب میشه. ولی خب گاهی وقتا اون کورتون زیر پوست میاد و لکه سفید رنگ ایجاد میکنه که ناراحت کننده هستش و هیچ ارتباطی با بیماری کانال کارپ یا سندروم کانال کارپ نداره اصلا به هیچ وجه. سوال دوم شما راجع به عوارض جراحی کانال کارپ هستش. این جراحی جراحی زیاد مشکلی نیستش، حتی میشه با انسزیون کوچیک انجام داد، یه موقعی هم حتی با آرتروسکوپ انجام میشد، ولی چون واقعا با اون
یه کمی دردسر داره و ممکنه اشتباه بشه، عصب آسیب ببینه، خیلی رسم نیستش و این اگر صحیح دوخته بشه زیاد جاش هم نمیمونه. دکتر من حتی دیدم تو کلینیک هم دکتر سرپایی هم انجام میده. بله اونم میشه، ولی بزرگترین آرزش که شما فرمودید اینه که قبلش مریض درست بررسی نشده باشه و میاد عملم کرده میگه خوب نشده. این اونایی هستن که مشکل دیگه ای داشتن، یا عصب از ناحیه گردن، یا تراسیک آتلت سیندروم در زیر بغل عصب تحت فشار بوده، یا بیماری نوروپاتی دیگری داشته، یه علت دیگه ای همراهش بوده که بعد از این عمل فقط ما به اتکای نوار عصب عمل کردیم و مریض نتیجه نگرفت. این بزرگترین مشکل این عمل است. مشکلات کوچیک عملهای دیگه مثل خدای نکرده عفونت بکنه یا زخمش جوش نخوره یا یه ذره اسکار عمل بذاره هم خب تو هر عملی که چاقو به بدن میخوره ممکنه باشه و سر عمل اشتباهی که ممکنه پیش بیاد یه کمی آسیب به بعضی شاخه های این عصبه که بی‌حسی بعضی مناطق رو بده، چون این عصب در افراد مختلف شکلهای مختلف داره و شاخه های عصبی در دو نفر این هم است، هر کدوم به یه شکل. اگر موقع عمل بعضی از اینا که سطحی تره پاره بشه، یه ناحیه از دست بی‌حس میشه که از اطراف معمولا جایگزین میشه. مشکل دیگه که سر عمل ممکنه پیش بیاد آسیب شریانی و پاره شدن اون هست که باید دقت بشه، چون اون باعث خونریزی شدید میشه و موقع سوزوندن و گرفتن اون رگ ممکنه عصب آسیب جدی ببینه. اگر نه دیگه مشکل دیگه به نظرم نمیرسه که بخوام توضیح بدم. سوال دیگه بفرمایید. دکتر اگر عمل کنم ممکنه برگرده؟ بسیار نادر. معمولا حتی اگر یه دست رو عمل کنیم دست طرف دیگه خودش میگن خوب شد، بهتر شد، که هنوز واقعا معلوم نیست چرا اینو میگن. ولی اینی که درست عمل نشده باشه، دوباره اون قسمت هایی رو که از کانال رو که بریدیم باز کردیم به هم جوش بخوره، بله هستش و ندرتا اتفاق افتاده که نیاز به عمل مجدد داشته و باید دوباره جراحی بشه، اتفاق افتاده و ممکنه پیش بیاد. خیلی ممنون دکتر، وقت شما رو گذاشتید. تشکر.